محمود شاه حبیبی شهروند آمریکای افغانستانی تبار در پی تحویل به شبکه القاعده توسط طالبان در معرض خطر اعدام قرار دارد، در حالی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در حال بررسی ناپدید شدن وی است. سارا آدامز مأمور سابق CIA هشدار داده که بی‌توجهی دولت ایالات متحده ممکن است به قیمت جان این آمریکایی تمام شود. وضعیت بحرانی محمود شاه حبیبی نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان افغانستانی تبار و عواقب قدرت طالبان را تشدید می‌کند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. شهروند آمریکایی افغانستانی تبار محمود شاه حبیبی در معرض خطر جدی اعدام به دست شبکه القاعده قرار دارد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن وی در افغانستان است. سارا آدامز مأمور سابق CIA در حساب خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرده که طالبان حبیبی را به القاعده تحویل دادند و او به دلیل ارتباطش با مرگ ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده در خطر قرار دارد. آدامز با انتقاد از طالبان ادعا کرد که این گروه به ایالات متحده دروغ گفته و هیچ گونه حمایتی از شبکه القاعده ندارد. او هشدار داد که اگر دولت آمریکا فوری اقدام نکند، القاعده ممکن است یک آمریکایی را به قتل برساند. ایمن الظواهری در سال 2022 در حمله هوایی در کابل کشته شد و حضور او در افغانستان تعهد طالبان به عدم پناه دادن به تروریست ها را زیر سوال برد. محمود شاه حبیبی که در دوران حکومت پیشین افغانستان رئیس سازمان هواپیمایی بود، پس از سقوط آن حکومت به عنوان کارمند یک شرکت خصوصی مشغول به کار شد. طالبان او را به اتهام همکاری با آمریکا و افشای محل اقامت از ظواهری بازداشت کردند. FBI همچنین از عموم مردم خواسته است هر گونه اطلاعاتی در مورد حبیبی را با این اداره یا نزدیکترین سفارت آمریکا در میان بگذارند. این حادثه نشان دهنده خطرات جدی پیش روی شهروندان افغانستانی تبار و مشکلات سیاسی و امنیتی در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان است.